آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز پاک کردن و نگهداری باقالی هستش. باقالی یه سبزی فصلی هستش و اگر ما میخوایم اون رو در تمام فصول ازش استفاده بکنیم باید اون رو داخل فریزر نگهداری بکنیم. اولین کاری که میکنیم میایم با پوست رویی باقالی رو ضدعفونی میکنیم کامل. با توجه به وجود ویروس کرونا خوب پوست رویش رو باید ضدعفونی کنیم. بعد از ضدعفونی داخل یه صافی میریزیم تا آب اضافیش گرفته بشه. به دو طریق میتونیم باقالی ها رو پاک کنیم. یکی اینکه دونه دونه غلاف رویش رو بگیریم و بعد که غلاف روی رو گرفتیم باقالی هر چقدر که سبزتر باشه از کیفیت بهتری برخوردار هستش. بعد که غلاف روی رو گرفتیم میایم دونه دونه، حالا میتونیم از این سمت نصفش کنیم و دونه دونه پوستش رو بگیریم به این شکل. یه طریق دیگه که راحت تر هستش این هستش که باقالی رو روی تخته قرار بدیم به این شکل و از وسط برش بدیم. با این روش به جای دو مرحله کار یک مرحله انجام میدیم کار رو، هم از وسط نصف میشه هم از غلاف رویش جدا میشه. به همین ترتیب تمام باقالی ها رو پاک میکنیم. بعد از اینکه همه باقالی ها رو تمیز کردیم میام نگاه میکنیم باقالی هایی که زرد یا سفت هستن میتونیم جدا بکنیم، خشکشون بکنیم و تبدیل به لپه باقالا میشن اینا و میتونیم باهاشون دم پختک درست کنیم. بعد از این مرحله دوباره یک بار دیگه میشوریم باقالی ها رو و از صافی عبور میدیم. بعد از اینکه باقالی پاک شده رو شستیم و از صافی عبور دادیم، برای حفظ طعم و رنگ باقالی و همچنین نگهداری اون میایم از روش بلانش کردن استفاده میکنیم. بلانش میاد آنزیم هایی رو غیر فعال میکنه که باعث فسادی و خرابی سبزیجات میشه. دو سوم یک ظرف رو پر از آب میکنیم و روی حرارت قرار میدیم. به محض اینکه به جوش اومد کمی نمک بهش اضافه میکنیم برای مزه دار شدن سبزیجاتمون. بعد از اون باقالی رو بهش اضافه میکنیم. آب حتما باید در حال جوش باشه. حدود 3 دقیقه باقالی داخل ظرف قرار میگیره و میجوشه به همه شکل. یک سوم یک ظرفی رو یخ میریزیم و یک سوم دیگر رو هم آب سرد بهش اضافه میکنیم. بعد از 3 دقیقه که جوشید از صافی عبور میدیم و میریزیم توی آب سرد. بعد از چند دقیقه از صافی عبور میدیم. حدود 15 دقیقه باید داخل صافی بمونه تا آب اضافیش گرفته بشه و بعد از اون بر اساس هر وعده مصرفتون بسته بندی کنید. بعد از هواگیری درش رو میبندید، داخل فریزر قرار میدید. بیش از 6 ماه قابل مصرف هستش. امیدوارم این برنامه مفید واقع بشه. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید.